سکانداری بزرگترین و فراگیرترین رسانه کشور کاری پیچیده است. اردیبهشت سال 1395 بود که دکتر علی عسکری سکاندار رسانه ملی شد. رسانه ملی از یک سو دیدبان جنگ نرم بود و از سوی دیگر در خط مقدم این جنگ حضور داشت. اگر رسانه ملی فعالانه و روشنگرانه عمل نمی کرد، معلوم نبود فتنه هایی همچون آبان 98 و مواردی دیگر با بودجه ریزی چند میلیارد دلاری آمریکا و وابستگان بین المللی و منطقه‌ایش چگونه خاموش می شد. علاوه بر این واقعه، از نقش پررنگ سازمان در انتخابات ریاست جمهوری 1400 نمی توان چشم پوشی کرد. امیدواریم که انشالله یک انتخاب بسیار باشکوه و ارزشمندی باشه و آنچه که حاصل میشه مرضی رضای خدا باشه در راه تقویت اسلام، در راه تقویت ایران عزیز. سازمان ضمن ایجاد فرصت عادلانه برای تبلیغات نامزدها نقش مؤثری در شناخت و حضور پرشور مردم در پای صندوق‌ها داشت. رسانه ملی به صورت فعال در فضای مجازی امتداد یافت. سایت تلویزیون با دارا بودن بیش از 16 میلیون کاربر فعال و نیز ایجاد شبکه‌های تلویزیونی اینترنتی ویژه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری توانست اثرگذاری ویژه‌ای از خود به نمایش بگذارد. در طول این 5 سال در تحقق فرمان رهبر انقلاب نهاد رگولاتوری ساترا تأسیس شد. در سالهایی که جبهه مقاومت شکل گرفت و مورد توجه جهانیان واقع شد، راهبرد رسانه ملی برای ترویج گفتمان این جبهه و بیداری اسلامی به زبان گویای نظام و صدای بی صدایان در عرصه بین المللی تبدیل شد. در این دوره، شبکه‌های العالم سوریه و پرس تیوی فرانسوی و شبکه رادیویی و تلویزیونی حوسا بر بستر اینترنت و همچنین خبرگزاری بین المللی تصویری ایران پرس به مجموعه برون مرزی اضافه شد. جوانگرایی و نخبه‌گرایی به عنوان دستور کاری اجرایی، پیگیری و اجرایی شد. درک عمیقی از فرآیندهای هنری داریم. خیلی خیلی خوبه. خانه تولیدات جوان صدا و سیما و باشگاه فیلم نام نویسی سیما فیلم تشکیل شد تا ایده های ناب جوانان مؤمن و انقلابی شناسایی و حمایت و تبدیل به اثر شود. در این دوره اخیر رسانه ملی بخش های جوان و شاداب و انقلابی هم داره. صنعت سریال سازی رشد و جهش چشمگیری داشت. از دیگر سو گره تولید آثار راهبردی و بلند مدت مثل سلمان فارسی و حضرت موسی باز شد. سابقه دوستی که با هم داشتیم و مجموعه نگاه ایشون به کارهای بزرگ تاریخی و مؤثر و استراتژیک باعث شد که ما هم دوباره سرحال بیاییم و خلاصه کمر همت رو ببندیم. داوود، حالا نوبت تو. برنامه‌های شاخص با پروداکشن بزرگ و ظهور و بروز برنامه‌های استعدادیابی نظیر عصر جدید، اوجوبه‌ها، ستاره‌ساز و دستفرمون در این دوره تجلی یافت. مسابقات بزرگ هم با چاشنی سرگرمی و آموزشی در حضور تماشاگران در استودیو روی آنتن رفت تا لحظات شاد و مهیجی را به مخاطبان هدیه کند. هنر صنعت پویا نمایی هم به رکورد تولید 9600 دقیقه در سال دست یافت. در این مدت مدیریت کلان رسانه ملی همه تلاش خود را کرد تا با برقراری تعامل با قوای سگانه و دیگر نهادهای مؤثر و همچنین جذب منابع مالی کمبودها را جبران کند. میراث چند دوره نیروهایی که هیچ گونه قرارداد مشخصی با سازمان نداشتند و نداشتن امنیت شغلی یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌هایشان بود،
در این دوره سامان یافت. حدود 14,000 نیرو توانستند به حقوق اولیه خود که برخورداری از قرارداد و بیمه بود دست یابند. پرونده 17,000 نفر بازنشسته یک به یک بررسی و رفع اشتباه احتمالی شد و همه آنها را به عنوان شاغل سال 99 لحاظ و با امتیاز آن سال بازنشسته کردند. در این دوره برای نخستین بار با پیگیری‌های ریاست سازمان از وزارت راه و شهرسازی طرح ساخت مسکن برای بیش از 700 نفر از کارکنان واجد شرایط مسکن ملی هم در 3 نقطه اطراف تهران و اردبیل به صورت همزمان کلنگ خورد. با تلاش مهندسان جوان و با تجربه رسانه ملی 13 شبکه تلویزیونی HD شد و در روزهای آتی هم شبکه‌های 2 و قرآن و معارف سیما به این جمع اضافه می شود. با پیدایش کرونا در کشور خیلی از مشاغل و تجمعات، رویدادهای ملی و مذهبی به تعطیلی کشیده شد، اما این صدا و سیما بود که خلع این کمبود را پر کرد. با شیوع این بیماری ناشناخته و جهان شمول، رسانه ملی با اطلاع رسانی و آگاه سازی از استرس و نگرانی مردم کم کرد و در قامت یک مشاور و دستیار سلامت سبک زندگی دوران کرونایی را آموزش داد. صدا و سیما هم انصافا در این زمینه بسیار خوب عمل کرده و خوب کار کرده است در این مورد. شبکه آموزش با همراهی شبکه‌های 4 در دورانی که کرونا همه را غافلگیر کرد، رسانه ملی 3 روزه مدرسه ای راه اندازی کرد به وسعت ایران که با برپایی 19,000 کلاس درس مانع از تعطیلی آموزش شد. کرونا در این 19 ماه از شیوعش متاسفانه حدود 100 نفر از همکاران و خانواده پرتلاش آنها را از ما گرفت. با ورود واکسن به کشور، صدا و سیما جزء پیشروترین سازمان‌هایی بود که برای مسئول‌سازی خانواده بزرگ خود اقدام کرد و خوشبختانه تا امروز اکثر همکاران و خانواده‌های آنها در تهران و استان‌ها واکسینه شدند تا با نگرانی کمتر به خدمت بپردازند. معاونت سیاسی با بخش‌های مختلف خبری و شبکه خبر لحظه ای در این سالها آرام و قرار نداشت و با گزارش‌های تحقیقی گره‌های مختلفی را باز کرد. پس از طی 1070 کیلومتر به زاهدان رسیدیم. اخیراً گزارشی که شد مثلا به 10 تا استان سفر کرده باشه یه خبرنگار یا یه تیم خبرنگار تو یه گزارشی تونسته کاملاً اقناعی تهیه کنه، بعضن نقش یک بازرس رو ایفا میکنه. گالون‌ها را بار قایق کردند و روانه دریا شد. رسانه ملی ما که الحمدلله رسانه ملی اما بدون توجه به این حواشی و بیمهری‌ها همه را به خط می‌کرد برای حل مشکلات کشور. صدا و سیما هم از اون جاهایی است که از روز اول پای کار بوده. از ناآرامی‌های سال‌های 96 و 97 تا افزایش یک شبه قیمت بنزین، گرانی‌ها، کمبودها، مشکلات تولید، کرونا، کمبود واکسن و خیلی چیزهای گفتنی و ناگفتنی دیگر. در این دوره که توجه به اقتصاد و تولید از تأکیدات هر ساله رهبر انقلاب بود، روزی نبود که دوربین‌های رسانه ملی روی صنعت و رونق و جهش تولید متمرکز نشود. رادیو در این سالها وارد فضای جدیدی شد و رادیوهای مناسبتیش بارها باعث ابراز رضایت مردم شد. معاونت استانها هم در این دوره با 24 ساعته کردن تلویزیونهای استانی نقشی مؤثرتر از قبل ایفا کرد و سریالهای استانی زیادی تولید شد که روی آنتن شبکه‌های ملی رفت و مورد توجه مخاطبان هم قرار گرفت. معاونت توسعه و فناوری رسانه کارهای بزرگی در این مدت سامان داد که یکی از مهمترین آنها راه اندازی مرکز داده امام علی علیه السلام، بزرگترین مرکز مونیتورینگ ایران است.
وظیفه خود می‌دانم که از تلاش خستگی ناپذیر جناب آقای دکتر عسکری در مدت مسئولیتشان که حقاً در خور تقدیر است صمیمانه تشکر کنم و جناب عالی را به بهره‌مندی از طرح‌های بلند مدت و ناتمام دوره ایشان توصیه نمایم. باید شما ما مرخص میشیم، امیدواریم که انشالله موفق باشیم.